خط خبرها. از سرگیری سفرهای خلیلزاد به افغانستان و منطقه هنگام که گفتگوهای سال به بنبست خورده، آیا این سفر در نشست استانبول را باز می کند؟ تأکید کابل بر نقش سازنده اسلام آباد در روند سال. میرا خون کال رہا ہے جب سے میں نے تمہاری یہ تقریر. پاکستان با حمدالله محب قطع رابطه کرد. اوج گرفتن نگرانی ها در پیوند به نسل کشی هزاره ها. کمیسیون مستقل حقوق بشر دست به دامان جامعه جهانی است. بلند رفتن آمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در کشور. رژیم کاری برخی کارمندان خدمات ملکی هم تغییر کرد. اکثریت که میبینیم توجه جدی نمیکنند، موتر میشینند بدون با در نظر داشت موضوعات سی. و بیرون شدن هند از حالت قرمز. دهلی نو برای برداشتن قرنطین آماده میشود. سلام و وقت بخیر. زلمه خلیلزاد دور تازه سفرهایش را به کابل، دوحه و منطقه آغاز کرده است. آقای خلیلزاد در کابل با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله دیدار کرده و بر ادامه پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تاکید کرده است. عضوهای شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و اداره توسعه آمریکا نیز آقای خلیلزاد را در این سفر همراهی می‌کنند. از سوی هم معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان با نمایندگان حکومت و طالبان در دوحه دیدار و گفتگو کردند. هادی سحر گزارش می‌دهد. همزمان با ادامه بنبست در روند صلح، به نظر می‌رسد آمریکا برای شکستن قفل بنبست دست به کار شده است. زلمه خلیلزاد در آغاز دور تازه سفرهای منطقه‌اش به افغانستان آمده و با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله دیدار کرده است. هر ریاست جمهوری میگوید آقای خلیلزاد در دیدار با رئیس جمهوری بر ادامه پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی تاکید کرده است. در سه محور سکتور امنیتی و دفاعی، سکتور اقتصادی، کمک‌های بشری به منظور تداوم همکاری و روابط سیاسی و دیپلماتیک، همکاری‌های اقتصادی بین دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا آغاز شده که در روزهای آینده تداوم خواهد یافت. وزارت خارجه آمریکا در خبرنامه گفته که آقای خلیلزاد در دوحه طرف‌های گفتگو کننده را برای پیشرفت قابل احساس در مورد توافق سیاسی تشویق خواهد کرد. نمایندگان از شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و اداره توسعه آمریکا نیز آقای خلیلزاد را در این سفر همراهی می‌کنند. در حال حاضر فرصت تاریخی را بر آتش بس و بر صلح و برای ساختن آینده افغانستان از روی گفتگو نباید از دست بدن. همزمان معاون دبیرکل سازمان ملل و دبرا لاینز نماینده این سازمان در افغانستان روز گذشته با هیئت‌های گفتگو کننده صلح دولت و طالبان در دوحه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار بر حمایت دوامدار سازمان ملل متحد از پروسه صلح افغانستان تاکید شد و هیئت مذاکره کننده ما نیز نقش سازمان ملل متحد در روند مذاکرات صلح افغانستان مهم خواند. در همین حال رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که مسئولیت هر گونه پیامد خروج نیروهای خارجی از افغانستان به دوش آمریکا خواهد بود. در صورتی که افغانستان با یک فاجعه بشری روبرو شود، مسئولیت بسیار کلان و بزرگ به عهده آمریکایی است و تصامیمی را که اونا در افغانستان گرفتن، به خاطر که تصامیمی را که آمریکایی‌ها در افغانستان در طول سالهای جنگ گرفتن به تشدید منازعه متأسفانه انجامید و در تصامیمی را که در مرحله آخر گرفتن مردم افغانستان بسیار آسیب پذیر ساخت. انتظارها این است که سفر آقای خلیلزاد روند بیرمق صلح را جان دوباره بدهد. روندی که ماه هاست از پیشرفت در آن خبری نیست. و هر تفاهم سیدی امریکانو په مدیریت باندې رامنځته کیږي هغه به ډیر موقت او شاید ملی منافع سره برابر نه وي. دور تازه سفر آقای خلیلزاد در حال صورت میگیرد که امروزها به جای گفتگو میدان جنگ بیش از هر زمان دیگر داغ است و از نشست استانبول هم خبری نیست.
در شبانه روز گذشته 50 تن با آلوده شدن به ویروس کرونا جان باخته و بیش از 1300 تن تازه به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. افزایش موردهای مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا سبب تأخیر رژیم کاری در نهادهای دولتی شده است. کارمندان خدمات ملکی در معرض شدید خطر بیماری کووید 19 از امروز تا دو هفته باید کارهایش را از خانه انجام بدن. کارمندان 55 سال و بالای آن، بانوان حامله و آنانی که بیماری های مزمن دارن شامل این گروه اند. گیتی رحیمی گزارش میدهد. با افزایش چشمگیر واقعه های مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا، وزارت صحت ناگزیر شده در کنار مزدودسازی دانشگاه ها، مکتب ها و آموزشگاه ها تصمیم بگیرد که آن شمار از کارمندان خدمات ملکی که در معرض شدید خطر ابتلا به بیماری کووید 19 هستند تا 14 روز دیگر از خانه هایشان کار کنند. بر اساس این طرح، کارمندان بالاتر از سن 55 سال، بانوان حامله و آنانی که بیماری های مزمن همانند شکر، سرطان و امراض قلبی دارند، به دفترهای کاریشان حضور نیابند. گفته شده که دیگر کارمندان با رعایت نکات بهداشتی باید همانند گذشته به کارهایشان حاضر باشند. وزارت صحت عام همه نقاط آسیب پذیر را که شیوع واقعیت مثبت کرونا در آنجا بیشتر می باشد و یا هم چانس ازی است که از یک شخص به شخص دیگر ویروس کرونا سرایت کند، به مو اساس صورت شناسایی نموده مطابق پلان محدودیت های وضع می گرده و اگر واقعیت مثبت کرونا طول بکشه و آمار متر بلند رفته بره، حتما محدودیت های دیگر هم در نظر است که وضع می گرده. اما شماری از پزشکان این طرح وزارت صحت را برای مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مفید نمی‌دانند. با اشاره به باز بودن جاهای مزدحم، از این نهاد می‌خواهند راهکار مطلوب‌تری را روی دست گیرد. اگر به این شکل وضعیت دوام کنه، حدودا یک ماه بعد دیگه پروسه های مرگ و میر و واقعات کمپلیکیشن و اختلاطات دیده میشه و طبیعی است که ما به طرف یک بحران بسیار شدید و جدی خواهد رفت. اگر ما نتونیم که وقایع را که رکن اصلی است که ما از ویروس کرونا در امان باشیم مراعات کنیم، بدون شک پیامد ناگوار داره. از سوی هم، در حالی که از رسیدن واکسین ویروس کرونا هنوز در کشور خبری نیست، شمار واقعه های مرگ و میر ناشی از این ویروس هر روز بیشتر می شود. در شبانه روز گذشته، 50 تن از اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باخته و 1379 تن هم تازه به این بیماری مبتلا شدند. اما مردم همچنان در برابر خطر این ویروس بی‌پروا‌اند. جاده ها مزدحم است و مردم مصروف و کار و بار. باید دولت یک تصمیم جدی بگیره که تمامی از مردم ما باید قرنطین کنند، چون واقعا خیلی دمی تقریبا یک نیم سال قبل که شد این ویروس کرونا خیلی واقعا مردم خیلی با هم مردم گرفت. اکثریت که میبینیم توجه جدی نمیکنند، در موتر میشینند بدون با در نظر داشت موضوعات سی که این موضوع سبب میشه این ویروس مهلک کرونا در ولایت، در ولایات و در تمام افغانستان انتشار پیدا کنه. نزدیک به 1 میلیون دوز واکسین های کمک شده به افغانستان تمام شده و شماری از کسانی که دوز نخست واکسین را هم گرفتند انتقاد دارند که چرا دوز دوم برایشان نرسیده است. وزارت صحت گفته به چندین شرکت تولید واکسین درخواست فرستاده، اما هیچ شرکتی تا اکنون پاسخ مثبت نداده است. ممکن دولت چین 700 هزار دوز واکسین کرونا را در جریان این هفته به افغانستان کمک کند. طوفان تویتری به نسل کشی هزاره ها پایان دهد. نخستین ترند افغانستان در تویتر و دومین ترند در برخی از کشورهای جهان بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر در پیوند به طوفان تویتری تازه گفته که تشیع مذهبان افغانستان با تهدید نسل کشی روبرو اند و این مورد را باید یک هیئت حقیقت‌یاب جهانی بررسی کند. طوفان تویتری به نسل کشی هزاره ها پایان دهید بعد از آن شکل گرفت که در ماهای پسین هزاره های افغانستان در غرب کابل پیوسته آماج حمله های هدفمند قرار گرفتند. میلاد سیار گزارش می دهد. دادخواهی برای هزاره های افغانستان از دریچه تویتر. طوفان تویتری به نسل کشی هزاره ها پایان دهید. نخستین ترند افغانستان در تویتر و یکی از ترندهای پرکاربر در برخی دیگر از کشورهای بیرونی.
در افغانستان طوفان تیفتری به نماد از وحدت ملی مبدل شده و همه تبارها در کنار هزاره‌های افغانستان ایستادند. برخی از حکومت در تامین امنیت شهروندان و ویژه هزاره‌ها انتقاد کردند و آنچه را که در غرب کابل اتفاق می‌افتد نسل کشی گفتند. و حکومت افغانستان حداقل در شرایط کنونی ما شاهد بودیم که در قبال هزاره‌ها کوتاهی کرده. حداقل در دو مورد ما میتونیم مشخص بگیم. یک، در این که به رسمیت نشناخته و اذعان نکرده که عملا اینجا داره هزاره ها هدفمند کشته میشه. کمیسیون مستقل حقوق بشر هم نشان تایید میگذارد که شیعیان و هزاره های افغانستان با تهدید نسل کشی روبرواند. این نهاد به جامعه جهانی پیام میفرستد تا برای رسیدگی همه جانبه به مسئله حمله بر شیعیان و هزاره های افغانستان هیئت قطیاب بفرستد. ما بس را که داشتیم ارزیابی ما این بود که جمعیت شیعه و هزاره افغانستان در معرض نسل کشی است و این نیاز به تحقیق بیشتر دارد. به این دلیل اعلامی ما درخواست کرد برای یک هیئت قطیاب یا یک کمیسیون قطیاب بین المللی. طوفان تیفتری به نسل کشی هزاره ها پایان دهد، پس از آن راه اندازی شد که در ماهای پسین موج تازه و سنگین از خشونت ها در بخش بیشتر هزاره نشین غرب کابل برافتاد. در یک هفته پسین در پی آماج قرار گرفتن 4 موتر مسافربری شهری 19 تن جان باختند و 20 تن هم زخمی شدند. کاخ ریاست جمهوری دیروز طرح‌های امنیتی و توسعه‌ای برای غرب کابل را بررسی کرد. بحث انکشافی، مسائل انکشافی غرب کابل هدایت داده شد و انکشاف ملی و همچنین نهادهای مربوط و بنا شد که تا 2-3 روز دیگه بخش‌های امنیتی از طرح از سوی نهادهای امنیتی مورد بحث جدی قرار بگیرد. روی توسعه غرب کابل در حال سخن زده می شود که در کنار ناامنی و حمله های هدفمند از رهگذر ساخت و ساز جاده، مکتب و آب آشامیدنی بر بنیاد گفته های باشندگان غرب کابل به این بخش پایتخت کمتر توجه شده است. نه پروسه زیربنایی و ساختمانی ها است در شهر اتفاق و نه ادارات مکتبی و دولتی هست در شهر اتفاق. با دنیای از محرومیت سر کار داریم. برای ما وعده داد که چند وقت پس سرک شما را کار مونی. ایک توجه نکد معلوم نشد. در هزاره سوم حمله های هدفمند بر اهل تشیع افغانستان از سال 1395 با حمله بر جنبش روشنایی آغاز شد و در سال روان آخرین حمله مرگبار هم حمله بر مکتب سید و شهدا بود. در این مدت 14 رویداد مرگبار رخ داد که در پی آن مکتب، بیمارستان، باشگاه ورزشی، مرکزهای فرهنگی و آموزشی و مناسبت های مذهبی پیوسته هدف حمله های هراس افکنانه قرار گرفته است. طالبان دیشب کنترل فرماندهی پلیس ولسوالی قیصار را گرفتند. در نبردهای دیشب گفته می شود فرماندهی پلیس همراه با 13 نیروی امنیتی کشته شدند. در بلخ هم طالبان بر ساختمان فرماندهی ولسوالی بلخ با موتر بمب‌گذاری شده حمله کردند که در آن 2 تن جان باختند و 18 تن دیگر زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که تلفات غیر نظامیان در ماه می 3 برابر افزایش یافته و این نگران کننده است. فرشاد داریوش جزئیات می دهد. بخش های از شمال کشور در شبانه روز گذشته گواه رویدادهای ضد امنیت بود. طالبان پس از چاشت امروز با موتر بمب گذاری شده به ساختمان ولسوالی بلخ ولایت بلخ حمله کردند. در این رویداد 2 تن جان باخته و 15 تن دیگر زخمی شدند. دیشب هم در پی درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان، فرماندهی پلیس ولسوالی قیصار ولایت فاریاب به دست طالبان افتاد. فرمانده پلیس قیصار با چند نیروی امنیتی هم کشته شدند. تعمیر قماندانی امنیت سقوط کرده. قماندان امنیت با 14 نفر سربازش و اثر انفجار دادن موتر بم شهید شدند. به تعداد 37 نفر سرباز اسیر شده. وضعیت عمومی امنیتی فاریاب متاسفانه بسیار وخیم است و تا حال هیچ نوع کمک بشری و هوایی از طرف حکومت مرکزی به فاریاب نشده. از سوی هم بر اثر برخورد یک موتر حامل افراد ملکی با ماین کنار جاده در شهر گردیز ولایت پکتیا، 4 تن به شمول 2 بانو و 1 کودک جان باختند. دی ابراهیم‌خیلو سیمه که یو سرعچا موتر چی پکی چلور کس اسپارو او واده تروانو دی توریستانو لولوری پا
خخشوی مین باندی برابر شول چې په نتیجه کې متاسفانه دوه میرمنی یو دولس کلن ماشوم او دی سراچی ډریور شهیدان شوی دی. در ننګرهار هم دیشب یک مرد مسلح یک بانو با دو دخترش را در شهر جلال آباد به قتل رسانده است. انگیز این قتل کشمکش های خانوادگی گفته شده است. تیر شپه پا ایو کور که دخپل منزی موضوعات لعمل یو میرمن او ده حقی دول ارگانه چی ده طول عمرون ده پینزی ویش تا و پندوس کلون ترمنز بو ده وجل شوی دی ده کورنه ده ادال مخی پولیسو یو تن ده قتل پا قضیه که نیوله دی. در شهر مزار شریف هم شب گذشته مردان مسلح دو پسر جوان را کشتند. پلیس به خاطر بررسی و جستجوی عاملین قضیه آغاز به کار کرده. پس از بررسی های همجانبی پلیس علت و عامل قتل معلوم خواهد شد. کابل هم گواه قتل بوده. در حوزه نهم پلیس این مرد 43 ساله که دکانها را نگهبانی می کرد شبانگام از سوی مردان تفنگدار به قتل رسیده است. در پی انفجار ماین جاسازی شده در کنار جاده در حوزه 16 هم سه سرنشین یک موتر زخمی شدند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نگران تلفات ملکی است و میگوید در ماه می امسال میزان تلفات ملکی سه برابر بالا رفته است. تنها در ماه می سال جاری یعنی سال 2021 میلادی جمعا 996 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده، یعنی تنها از افراد ملکی که در برگیرنده نظامی ها نیست 996 تن که از او جمله 301 تن از این افراد ملکی به شمول 20 زن و 113 کودک کشته شده. با این حال وزارت دفاع ملی میگوید در یک شبانه روز گذشته در درگیری با طالبان 167 طالب را در 17 ولایت کشتند. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیزی نگفتند. دولت افغانستان اجازه نمیدهد تنش های به وجود آمده میان وزارت خارجه پاکستان و شورای امنیت ملی افغانستان مانع همکاری های اسلام آباد در روند صلح شود. محمد حنیف اطمر میگوید صلح و ثبات پایدار در نتیجه گفتگوها و تأمین آتش بس خواست مردم افغانستان است و این خواست بدون همکاری پاکستان با افغانستان برآوردن نمی شود. وزیر خارجه پاکستان امروز به گونه رسمی اعلام کرد هیچ پاکستانی دستبان مشاور امنیت ملی افغانستان را تا زمان نخواهد فشرد که محب جلو بدزبانی خود بر ضد پاکستان را نگیرد. بهاءالدین انصاری گزارش می دهد. ساعت‌های پس از گفته‌های تند وزیر خارجه پاکستان در مورد مشاور امنیت ملی افغانستان محمد حنیف اطمر اعلام کرد که دولت افغانستان نمی‌گذارد تنش‌های به وجود آمده میان دو کشور مانع همکاری‌ها میان دو کشور در روند صلح شود. آقای اطمر که برای آغاز کار عملی پروژه گاز تاپی به ولایت هرات رفته میگوید صلح خواست مردم افغانستان است و در این راستا دولت افغانستان خواهان همکاری دوامدار پاکستان است. حدود سه هفته پس از گفته های تند مشاور امنیت ملی کشور در ولایت ننگرهار وزیر خارجه پاکستان امروز به گونه رسمی اعلام کرد روابط پاکستان با حمدالله محب قطع است. شاه محمود قریشی در نخستین واکنش رسمی اسلام آباد در پیوند به گفته های حمدالله محب از او خواست سیاست و رفتار خود را در برابر پاکستان بازنگری کند. میرا خون کال رہا ہے. از زمانی که من گفته هایت را در ننگرهار شنیدم خونم به جوش آمده. شورای امنیت ملی تا کنون در واکنش به این سخنان قریشی چیزی نگفته، اما در گذشته حمدالله محب گفته بود در صورت اعلام رسمی موقف اسلام آباد تصمیم خواهد گرفت. حمدالله محب مشاور امنیت ملی در روزهای عید در ولایت ننگرهار از عملکرد پاکستان با تندی انتقاد کرد و گفت که پاکستان میخواهد با ناامن کردن افغانستان مرزهای خود را توسعه دهد. در افغانستان در خوره که مکمل په خپل کنټرول کې نشي راوستلی بیا یو تعداد خوره نور هم زمونږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالیدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځوي. محب گفته بود پاکستان به دنبال تکرار تاریخ و در پی تضعیف دولت و نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان است.
برخی ها میگویند پاکستان در تلاش حضور سیاسی گسترده در میدان سیاسی افغانستان است و با تحریم های سیاسی و محدودیت ها بر مقام های ارشد دولتی میخواهد دولت افغانستان را زیر فشار دیپلماتیک قرار دهد. این زمان است که ما میتونیم از یک دیپلماسی قوی سیاسی در مقابل مداخلات پاکستان و عزایم و تصامیم پاکستان اقدام کنیم و باید یک اقدام قاطعانه صورت بگیرد. مؤثریت نقش پاکستان در روند صلح افغانستان از سوی جامعه جهانی و نیز دولت افغانستان غیر قابل انکار است. مقام های آمریکایی همواره گفتند بدون همکاری پاکستان صلح در افغانستان تامین نمی شود. جنجال ها روی ترکیب و صلاحیت های شورای عالی دولت سبب شده تا سرنوشت این شورا همچنان ناروشن بماند. برخی جریان های سیاسی هنوز هم تاکید دارند در صورتی که شورای عالی دولت مشورتی باشد و صلاحیت تصمیم گیری نداشته باشد، شرکت در آن بی‌معناست. تلاش ریاست جمهوری برای بسیج صف شکسته سیاستگران در میدان صلح، اما ظاهراً اختلاف ها سبب شده ایجاد شورای عالی دولت همچنان به تأخیر بیفتد. منبع های وابسته به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار همچنان بر موقف پیشین این حزب پافشاری دارند. می گویند موجودیت افراد زیاد در ترکیب شورای عالی دولت باعث اختلاف ها می شود و نیز اگر این شورا مشورتی باشد، اشتراک در آن به معنای هدر رفتن زمان است. ماهیت این شورا به حیث یک جریان مشورتی بوده باشد، نیازی برای تشکیل این شورا نیست، برای اینکه نهادهای مشورتی همده در افغانستان بیش از حدند و از ثروت بیت المال مسلمان ها و مردم افغانستان بی موجب استفاده میکنند. جریان وابسته برای جمهوری پیشین هم ظاهراً از موقفگیری دولت در تشکیل شورای عالی دولت ناراض است. چهره های نزدیک به این جریان میگویند که اگر جامعه جهانی و آمریکا اراده قوی برای صلح دارند، باید بر دولت افغانستان فشار بیاورند تا روی ایجاد شورا با جریان های سیاسی به تفاهم برسد. اگر روسیه جامعه بین المللی به خصوص ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه برای حل قضیه افغانستان اراده سیاسی محکم داشته باشد، فشار بیاره که زودتر شورای تصمیم گیری دولت هم جور شود و هر دو طرف زودتر به مذاکرات بین افغانی بشینند که به یک توافق ملی سیاسی برسند. ایجاد شورای عالی دولت در بند نخست توافقنامه سیاسی میان ارک و سپیدار پیش بینی شده و در آن تاکید شده که رهبران سیاسی عضویت شورای عالی دولت را خواهند داشت و این شورا به حکومت در راستای مسائل کلان کشوری مشورت می دهد. با این وجود معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید تلاش ها برای ایجاد شورای عالی دولت به منظور انسجام ملی ادامه دارد. بحث ها و مشورت ها ادامه داره، اما ما به عنوان حکومت یا به حیث حکومت آماده استیم تا این شورا را که یک ساختار مشورتی است که مشورت صورت میگیره، بحث صورت میگیره و در پایان تصمیم اتخاذ میشه، در اینجا ما هیچ مشکل را نمیبینیم. امیدوار هستیم که مشورت های بزرگای سیاسی به نقطه برسه که به خیر این شورا اعلام شود. اما چرا حکومت نتوانسته تا حالا رهبران و چهره های اثرگذار سیاسی و رهبران جهادی را زیر یک سقف جمع کند؟ سران ملی ما شما فعلا به حکومت اعتماد نداره. بدبینی و بی‌اعتمادی ملی سبب کندی مسائل و سبب به اصطلاح شکستای ما شما هم در میز مذاکره و هم در میدان جنگ بوده. تشکیل شورای عالی دولت در حال با تأخیر روبرو شده است که در نزدیک به یک ماه جنگ در چندین ولایت شدت گرفته. نیروهای خارجی در حال ترک افغانستانند و سرنوشت نشست استانبول هم خبر نیست. حالا هم فرصت برای مهمترین خبرها از جهان. هند پس از هفته ها مبارزه بر ضد بیماری کووید 19 اکنون در حال برداشتن قرنطینه در دهلی پایتخت است. مقام های بهداشتی این کشور هرچند باشندگان این کشور را بر رعایت توصیه های بهداشتی ترغیب میکنند، اما هشدار میدهند که این بیماری میتواند هنوز برای مردم این کشور یک تهدید باشد. با این حال در یک شبانه روز پسین تنها در دهلی پایتخت 34 تن جان باخته و 381 تن به کووید 19 مبتلا شدند. ارتش عراق اعلام کرده که بامداد امروز دو پهپاد در آسمان پایگاه نظامی عین الاسد محل استقرار نیروهای آمریکایی رهگیری و منهدم شدند.
مرکز اطلاع رسانی امنیت عراق گفته که سیستم پدافند هوایی ارتش آمریکا در پایگاه عین الاسد در استان انبار این دو پهپاد را سرنگون کرده است. سخنگوی ائتلاف بر رهبری آمریکا در عراق گفته که روز گذشته هم یک راکت بر فراز فرودگاه بغداد منهدم شده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله ها را بر عهده نگرفته است. این پایگاه حدود یک ماه پیش هم هدف حمله یک هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا میگوید شکست او در مقابل جو بایدن جنایت قرن بوده و انتخابات ریاست جمهوری این کشور شبیه انتخابات در یک کشور جهان سومی بوده است. ترامپ در گرد حمایی جمهوری خواهان در ایالت کارولینای شمالی گفته که او کسی نیست که میخواهد دموکراسی را تضعیف کند. اولین مناظره هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران با محوریت موضوعهای اقتصادی برگزار شد. اما برخلاف خواست و انتظار مردم ایران، هیچ نامزد طرح روشن با جزئیات علمی و منطقی برای خروج ایران از بحران اقتصادی کنونی ارائه نکردند. عبدالناصر همتی، ابراهیم رئیسی، محسن مهرعلی‌زاده، محسن رضایی، امیر حسین قاضی‌زاده، علی رضا زاکانی و سعید جلیلی از هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایرانند که همه از چهره‌های سرشناس سیاسی و نظامی این کشورند. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است در 28 جوزا برگزار شود. و حالا نگاه به تازه‌های ورزش. رقابت‌های بدمینتون جام صلح که در ولایت بامیان برگزار شده بود با شناسایی چهره‌های برتر به پایان رسید. در این پیکارها 50 دختر و پسر در کلاس‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان اشتراک کرده بودند. در بخش بانوان حمیده علیزاده در جایگاه نخست قرار گرفت. مارینا منوری دوم شد و آرزو صدری مکان سوم را در اختیار گرفت. در بخش آقایان سلیمان آریا، واسق دانش و محمد رضا احمدی به ترتیب اول تا سوم شدند. هاشم کریمی معاون کمیته ملی المپیک و یکی از پیشکسوتان ورزیده کنگفوتوای کشور مدرک دان هشتم این رشته را کسب نمود. آقای کریمی که با هیئت کمیته ملی المپیک در کشور ایران سفر کرده بود، پس از شرکت در مراتب فنون تخصصی و فنی این رشته از سوی فدراسیون کنگفوتوای ایران به این سند دست یافت. در ادامه رقابت های دوستانه فوتبال شب گذشته چندی دار پیگیری شد. در حساس ترین بازی روسیه 1-0 بلغارستان را از پیش رو برداشت. ویلز با آلبانیا با تساوی 1-1 به کارشان پایان دادند. سویدن 3-1 ارمنستان را زمین گیر ساخت و کانگو 1-0 مغلوب تونس شد. در حساس ترین بازی های امشب بلژیم با کروشیا، انگلستان با رومانیا و هالند با گرجستان به میدان می روند. در نخستین بازی از مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ بسکتبال آمریکا بامداد امروز تیم های نتس و ملواکی به مسافه هم رفتند. تیم بروکلین نتس موفق شد 115-107 از صد میزبانش ملواکی باکس بگذرد و صعودش را به دور بعدی تا حد قطعی بسازد. در انتهای این دیدار کوین دورانت با کسب 29 امتیاز، 10 ریبان و 3 پاس گل ستاره تیم خود شد. خبرها همین قدر بود. ممنون که یک را بیننده هستید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.